سوالی که امروز بیش از همه در جوامع مختلف مطرح بود این بود که آیا اقدام دونالد ترامپ اقتصاد ایران را فلج میکنه؟ این سوالی بوده که اکثر اقتصاددانها و اکثر مفسران اقتصادی از خودشون میکردن امروز. خبرهای رسیده حاکی از این است که قراردادهای فروش آتی نفت ایران فسخ میشه با این اقدام. با این اقدام شرکت‌های بزرگ مثل سیمنز، مثل پژو و مثل ایرباس ایران رو به دقت زیر نظر گرفتن. با اقدام دیشب دونالد ترامپ رویتر گفته که زنگ خطر قراردادهای میلیاردی توتال در ایران به صدا در آمده و به طور کلی اشاره شده که نفت و بانک‌های ایران زیر تیغ تحریم رفتند. اما ستون نویس ما نظر دیگری دارد. او معتقد است که این اقدامات تحریم‌ها 20% در اقتصاد ایران مؤثر هستند و 80% ناشی از نامساعد بودن فضای کسب و کار هست که باید برطرف بشه. نامساعد بودن فضای کسب و کار و تولید و درصد مهمی از قوانین دست و پاگیر و بوروکراسی‌های پیچیده موجب میشه که اقتصاد ایران به مرز ناراحت کننده ای برسه. ستون نویس دیگری هم امروز صحبت کرده که برای مقابله با اقدامات آمریکا ضرورت داره که جبهه داخلی رو تقویت بکنیم، یعنی کشمکش‌های مسئولان امور پایان بپذیره و یک اتفاق و اتحاد جبهه وسیع از مخالفان و موافقان و کلیه کسانی که در ایران مشغول فعالیت هستند، فعالیت سیاسی هستند، به وجود بیاد و یک اتفاق نظر به وجود بیاد. و ایشون همینطور اشاره کردن که باید دموکراسی در ایران تقویت بشه تا بتوانیم مقابله بکنیم با اقدامات امریکا، اقدامات تحریم ها، مقابله با تحریم ها. غیر از اینها اشاره بکنیم به اظهاراتی که وزیر خزانه‌داری آمریکا کرده، اون هم استیون منوچین که یک مخالف سرسخت جمهوری اسلامی هست و پیشتر یکی از مقامات بلندپایه نظامی ایران گفته بود که این فرد یا این وزارتخانه یک تیم 500 نفره رو سازماندهی کرده تا اقتصاد ایران رو فلج بکنه. گفته است که بر اساس دستورالعمل خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های نفتی ایران ظرف 180 روز عملی میشه. این وزیر خزانه‌داری آمریکا اضافه کرده که هدف از اعمال این تحریم‌ها علیه ایران دستیابی به توافق تازه با ایران هست. هدفی که وزیر خزانه‌داری آمریکا اشاره کرده نیاز به اقدامات مشترک ایران داره و نشان به اتفاق و همون جبهه متحدی که مفسر داخلی اشاره کرده داره و اگر در ایران اتفاق نظر وجود بیاد و وجود داشته باشه، اختلافی وجود نداشته باشه، می توانند در این مذاکرات دستاوردهایی داشته باشند. مایک پومپئو هم اشاره کرده، اینا همه توی بیانیه‌های مختلفی که صادر کردن یا اظهاراتی که در میان رسانه‌ها در مقابل خبرنگارها بیان داشتن گفتن. مایک پومپئو هم گفته که تحریم به انزوای اقتصادی و دیپلماتیک ایران ختم میشه. به انزوا کشاندن ایران هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی از هدفهای عمده تیمهای مخالف جمهوری اسلامی در دولت آقای دونالد ترامپ هست. در آخر باید به نگاهی بیندازیم به اظهارات آقای نتانیاهو که در اینجا از خوشحالی دیشب نمیدانست چه بکنه و خوشحالی خودش رو نمیتونست پنهان بکنه. او بسیار خوشحال بود و بسیار سپاسگزار بود و واژه‌های ستودنی دونالد ترامپ رو ستود، از او تشکر کرد، از او سپاسگزاری کرد، هم از طرف خودش و هم از طرف ملت اسرائیل، مردم اسرائیل. او در اظهاراتش اشاره کرده که باید جریان پول به ماشین جنگی ایران رو متوقف بکنیم. اشاره کرده که باید از تجاوزگری رژیم ایران در منطقه، خصوصا
در کشورهای مثل یمن، عراق، لبنان، غزه و البته در سوریه باید جلوپیشگیری بکنیم، باید جلوگیری بکنیم. پس از این اظهارات نتانیاهو برای دیدن پوتین که قرارش قبلا گذاشته شده بود و قرار زمانی گذاشته شده بود که بیوایستی آقای دونالد ترامپ روز شنبه اظهار نظر میکرد، اما روز سه شنبه اظهار نظر کرده. در صورت پوتین استقبال شایسته ای از نتانیاهو کرده و او را امروز در مراسم رژه پیروزی ارتش اتحاد جماهیر شوروی که امروز ارتش روسیه هست شرکت داده و در کنار خودش از رژه سان دیده. حرکات نتانیاهو میتواند ما را متوجه حرکات موشدایان در 50 سال قبل بکنه. در 50 سال قبل موشدایان در مقابله با ارتش مجهز کشورهای عربی که به سلاح‌های اتحاد جماهیر شوروی مسلح بودند به طور ناگهانی و برق‌آسا حمله کرد. حمله کرد و در ساعات اولیه نیروی هوایی اونجا این کشورها را فلج کرد و ظرف 6 روز به پیروزی بزرگ دست یافت. موشدایان این ژنرال یک چشم واژه‌ای داشت آن زمان که همچنان به خاطر من هست که در جنگ ضربه را اول بزن. او کتابی هم تحت این عنوان نوشته است. باید ببینیم تأثیرات موشدایان بر نتانیاهو تا چه اندازه است. پس از بازگشت از مسکو و اظهارات جدید نتانیاهو باید اقدامات و اظهارات او رو به دقت رصد کرد. باید به دقت پیگیری کرد.